خب سلام به همگی. سلام هر کسی که اومده، خوش اومدید. موضوعی که انتخاب کردیم برای جلسه امروز انتخاب دامنه است. گفته بودیم انتخاب هاست و دامنه، ولی وقتی نشستم نوشتم که چه چیزایی رو باید بگم، دیدم اگه بخوام هاست رو هم بگم خیلی بیشتر از نیم ساعت میشه و چون قراره توی نیم ساعت جمعش بکنیم فقط دامنه رو میگم، ولی احتمالا نکاتی که میگم خیلی هاش براتون میتونه جدید باشه و به کمکتون میکنه که چطور دامنه بهتری انتخاب بکنید. بریم شروع بکنیم موضوع رو. حالا بقیه هم هر کسی که جوین شد بعدا میتونه ببینه دیگه، لایف سیو میشه، میتونید سیوش رو ببینید. توی آی جی تی وی چاره کامپیوتر قرار میگیره و توی آپارات نماشا و سایت های دیگه هم قرار میگیره. به عنوان یه پست دائمی هم توی وبسایت چاره کامپیوتر میمونه که هر کس خواست میتونه بعدم اون رو ببینه. خب من یه طبق معمول یه تقلب کوچولو نوشتم که از روی این بدونم چیا رو باید بهتون بگم و شروع کنیم. اولین سوالی که هست اینه که دامنه چیه؟ اگرم هر جا کسی سوالی داشت سوالش رو بپرسه، واسه اینکه میخوایم دو طرفه باشه کلاس و کاملا در جریان باشم ببینم که کی چقدر میدونه و کمک بتونیم بکنیم. اولین سوال اینه که کلن دامنه چیه؟ آدرس وبسایت شما میشه اسم دامنه شما. آدرس وبسایتتون چیه؟ مثلا ما یه وبسایتی داریم به اسم چهارراه کامپیوتر، www.4rahcomputer.com میشه اسم کامل دامنه ما، که این خودش از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول www میشه زیر دامنه ما، که میتونه این نباشه، میتونه یه چیز دیگه باشه. امکان داره ما یه بخشی توی سایتمون داشته باشیم به اسم IT، یه بخشی داشته باشیم به اسم سل فروش، مثلا بشه it.4rahcomputer.com. مثال بارزش جیمیله. قبلا آدرس gmail.com بود، ولی الان آدرس شده mail.google.com. پس یه زیردامنه دیگه براش به وجود آورده گوگل. قسمت دوم نام دامنه ما، چهارراه کامپیوتر مثلا من انتخاب کردم و میتونه هر چیز دیگه باشه. حالا ببینیم که هر کدوم اینا رو چجوری باید انتخاب کنیم. و قسمت سوم که دات کامه، به این قسمت میگیم پسوند دامنه. پس شد سه قسمت: زیر دامنه، نام دامنه و پسوند دامنه. حالا بریم هر کدوم اینا رو بررسی کنیم که چجوری انتخاب میکنیم. خب زیر دامنه که معلومه، فعلا شما وقتی میرید یه آدرس وبسایت میخرید www شو رو گرفتید، ولی هر چی دوست داشتید میتونید بذارید، هیچ محدودیتی ندارید. شما وقتی اسم دامنه و پسوند رو خرید، زیر دامنه ها همش مال خودتونه، هیچ محدودیتی وجود نداره. فقط باید یه DNS براش ست بشه که اونم به راحتی توی پنلتون میتونید این کار رو انجام بدید. ولی نام دامنه و پسوند دامنه مهمه. اول بریم سراغ پسوند دامنه. قسمت اول رو دیدیم، حالا بریم قسمت سوم، پسوند دامنه، ببینیم چیه. پسوندهای دامنه چند نوع مختلفن. مهمترین سوالی که همه از من میپرسن و براشون پیش اومده اینه که چه پسوند دامنه‌ای بخریم. خب بریم سراغ .com، بریم سراغ .ir یا این پسوندهای دیگه. اول از همه لازمه پسوندهای دامنه رو قشنگ بشناسیمشون و ببینیم چه جوری به وجود اومدن. ما برای پسوندهای دامنمون بهشون میگیم top level domain TLD، خب که باید شما top level domainتون رو انتخاب بکنید. این top level domain ها چندین دستبندی و ردبندی دارن، ولی مهمترین دستبندی که ما الان میخواییم بریم به سراغش top level اول یا GTLDه، generic top level domain. خب این generic ها چیان؟ ببین من به زبون ساده دارم میگم، اینا غیر آکادمیکه ها. تو آکادمیک اگه کسی بخواد ایراد بگیره میشه به اینا یه سری ایرادهایی گرفت، ولی من میخوام اینجوری بگم که شما این رو کاملا متوجه بشید. تاپ لول دامین ها مثل .com، مثل .net، .org، .edu، .gov، اینا همشون تاپ لول دامین ها هستن. خب .com برای کیا به کار میره؟ روز اولی که اینترنت رو طراحی کردن تاپ لول دامین .com رو
برای کامرشیال به کار بردن. گفتن هر کسی میخواد بره کار کامرشیال یا عمومی انجام بده بره سراغ این کار سایت های دات کام. دات نت چی؟ هر کسی میخواد کاری مربوط به نتورک انجام بده بره سراغ دات نت. دات جی او وی رو دادن به گاورمنت، گفتن دولت ها برن بگیرن. ای دی یو رو دادن به مراکز علمی، ادوکیشنال ها برن اینو بگیرن و اینجوری اختصاص دادن. بعد از یه مدتی دیگه انقدر مردم رفتن دات کام خریدن و این به هم ریخت زیاد شد سایت ها، این از دستشون در رفت. دیگه هر کسی میتونه بره هر کدوم از اینا رو بگیره به غیر از چند تا خاص. جی او وی رو به هر کسی نمیدن، ام آی ال یا میلیتری رو به هر کسی نمیدن، اونا دیگه مجوز داره. ولی دات کام و دات نت خیلی عمومی ان و پیشنهاد میشه که اصلا شما سراغ دات کام و دات نت حتما برید و اونا رو بگیرید. دیگه این مدل یا جی تی ال دی ها یه دسته دیگه هم زیر مجموعه شون به وجود اومده به تازگی که خیلی جذاب شده. اون دسته آی کن ایرو تی ال دی هست اسمش، ولی ما اینجوری معرفشون میکنیم. شما میتونید الان برید یه وبسایتی رو بگیرید، مثلا مثل به جای دات کام برید مثلا چاره کامپیوتر دات اینفو رو خریداری کنید. وقتی دیدن دات کام و دات نت داره پر میشه و دیگه ما این همه سایتی که داره به وجود میاد جا نداریم، اسمای خوبی نمیشه انتخاب کرد، اومدن پسوند دامنه ها رو تغییر دادن، گفتن یه سری پسوند دامنه جدید اختراع میکنیم. پسوندهای جدیدی که به وجود اومده، حالا من مهماش رو چند تا نوشتم: .info .car .tel .baby .art. مثلا اگر شما دارید یه کاری انجام میدید، یک نمایشگاه هنری قراره بزنید، میتونید برید به جای .com .art رو بخرید، قیمت اینا هم یه ذره بالاتره، اینم حواستون باشه. .app، خب اگه دارید یه اپلیکیشن می‌نویسید میتونید برید .app یا .app رو بخرید. snap مثلا رفته sn.app رو خریده، همون اسم خودشه دیگه، شده snap با یه نقطه وسطش، خیلی قشنگه. خیلی یا دیگه هم میتونید این کار رو انجام بدید. یا .city، اگه شما مثلا دارید تبلیغتون اینه که آقا من دارم شهر فلان چیز رو میسازم، خیلی این اسم شهر رو به کار میبرن، میتونید .city توش به کار ببرید. مثلا بگید چونم میز.city، شهر میز مثلا، خب میتونید .city رو بخرید. .center، اگه دارید یه مرکز درست میکنید، مثلا یه مرکز تجاریه، میتونید .center رو برید خریداری کنید. کدوم یکی رو انتخاب کنید؟ قیمت ها چنده؟ اینجور چیزا. کدوم یکی رو انتخاب کنید بر اساس اسمی که حالا توی مرحله بعد میبینیم، میگیم برید کدوم یکی رو انتخاب کنید و بهتره. ولی پیشنهاد اول ما دات کامه، که پیشنهاد میده آقا دات کامشو بخر، حالا هر چیز دیگه ای هم خواستی کنارش بخر. اسنپ دات کامش رو داره، حالا رفته sn.app رو هم خریده، ولی نمیره از اول روی sn.app سرمایه گذاری کنه و بعد ببینه دات کام هم یکی دیگه برداشته. چرا دات کام این همه معروف و خوب شده؟ شما اگه توی براوزرتون که دارید تایپ میکنید اسم سایتی رو، مثلا بزنید چاره کامپیوتر، کنترل اینتر رو بزنید، خودش دات کام رو میندازه تهش و وارد میشه. به غیر از این که اگه همینجوری بزنید گوگل میتونه نتیجهش رو براتون بیاره، کنترل اینتر بزنید دات کام و www رو اولش میندازه و این یه مزیته. هیچ کدوم دیگه این کار رو نمیتونید انجام بدید، فقط دات کامه که این قابلیت رو داره. قیمت سایت ها چنده؟ قیمت ها متاسفانه بر اساس دلاره و هر چقدر دلار بالا پایین بشه اونم قیمتش کم و زیاد میشه و اصلا نمیتونم قیمت بگم. حالا سایت هایی رو معرفی میکنیم در ادامه که میتونید برید از اون سایت ها بخرید. و حالا از کجا در ادامه میگم. دسته دوم، تا اینجا یکی از سوالی داره و میتونم جواب بدم. فکر نکنم کسی سوالی پرسیده باشه. خب دسته دوم چرا افتاد؟ CCTLD ها هستن یا Country Code Top Level Domain ها. خب اینا چی هن؟ وقتی دیدن که آقا داره سایت ها زیاد میشه، هر کشوری گفت آقا به من یه کد بدید من بتونم واسه سایت های داخلی خودم ارائه بدم. الان ما دیدیم سایت های .ir وجود داره. سایت های .ir سایت هایی هستن که هم کل این قابلیت رو شرکت آیکن
داده به یه شرکتی توی ایران، شرکتی به اسم فیزیک نظری، مؤسسه فیزیک نظری ایران این قابلیت رو گرفته و خودش داره IR رو به همه ارائه میده. اگه خواستید سایت .ir ثبت کنید، باید برید داخل سایت nic.ir عضو بشید. اونجا یه ایرنیک کد میگیرید، یه آیرنیک کد میگیرید. بعد از اینکه اون کد ایرنیکتون رو گرفتید، میتونید هم از خود همون سایت هم از سایت دیگه برید سایت .ir رو ثبت کنید و بخرید. و این CCTLD ها دیگه چی هم به غیر از IR، هر کشوری برای خودش داره. هند برای خودش IN رو داره، بعد انگلیس برای خودش UK رو داره، آمریکا برای خودش US رو داره. بعضی هاشون هم خیلی خوشگلن و اینا شدن عرف. الان .co خیلی ها فکر میکنم به معنی کمپانیه، ولی نه، در از دامنه کشور کولومبیاست. .co میشه .کولومبیا، ولی خب الان چون خیلی خوشگله خیلی ها اون رو میخرن. مثلا سایت هایی هستن که میرن تو ایران همون اسم رو .co رو هم میخرن، به در از اینکه .com رو خریدن .co رو هم میخرن. ولی در اصل اینو بدونید .co برای کشور کولومبیاست. این کامل وایستاده. خب یه نکته مهم این که در حال حاضر به خاطر تحریم هایی که وجود داره، شما نمیتونید از سایت .ir خیلی استفاده زیادی بکنید و خیلی از سایت .ir با مشکلات جدی مواجه شدن. اصلا پیشنهاد نمیدم که یه دامنه .ir خریداری کنید برای خودتون در حال حاضر. داشتم میگفتم که پیشنهاد نمیکنم اصلا دامنه .ir بخرید، به خاطر اینکه دامنه .ir الان تحت تحریم هایی که هستیم به مشکلات جدی خوردن و خب گوگل نمیذاره شما روی دامنه .ir تبلیغات بدید و خیلی مشکلات دیگه، و احتمال داره که همین روزا کلن دامنه .ir-مون رو جوری تحریم کنن که دیگه استفاده به درد بخوری نداشته باشه تو دنیا. پیشنهاد میکنم حتما دامنه .ir رو بگیرید، ولی ریدایرکتش کنید روی دامنه اصلیتون که .com یا یه دات دیگه ای، حتما .ir نباشه، از یکی از دامنه های GTLD استفاده بکنید. خب تا اینجا قضیه بحث اولمون، پسوند دامنه رو گذاشتیم کنار، زیر دامنه رو هم فهمیدیم چیه. حالا میخوایم بریم سراغ انتخاب اسم. چه اسمی انتخاب بکنید؟ سوالی که هر کسی میاد میگه آقا میخوام سایت بزنم، سوال بعدیش اینه میگه آقا اسم چی انتخاب بکنیم. خب بریم سراغ اسم ببینیم که واقعا چه جوری باید یه اسم خوب انتخاب بکنیم. اسم خوب باید شامل یک سری مشخصات باشه. من مشخصات رو نوشتم و دونه دونه میگم و در موردش صحبت میکنم. اول از همه اینه که بهتر اسم شما منحصر به فرد باشه. یه اسم خیلی خاص و عمومی شاید مردم سریع یادشون بره، ولی یه اسم خیلی منحصر به فرد خب میتونه خیلی خاص بکنه شما رو. مثلا چرا شرکت اپل معروف شده؟ چون اسم یه سیب رو گذاشته، اسم سیب رو گذاشته. یه اسم عمومیه ولی خاص. کسی فکر نمیکنه اپل یهو بیاد گوشی تولید بکنه، اپل بیاد کامپیوتر تولید کنه. یا مثلا اصلا دیجی کالا قبل از این که حالا این همه وبسایت با اسمای دیجی بیان بیرون خیلی جدید بود. کالایی که دیجیتال باشه اینجوری اسم اومد بیرون، خیلی جدید بود و عرف شد. پس اگه اسمتون رو بتونید منحصر به فرد انتخاب کنید، تو یاد موندنش هم بهتره. مثلا فرض کنید من یه وبسایتی بزنم hulu.com، ما یه نرم افزار هلو داریم دیگه. مثلا چرا این هلو یاد هممون میمونه؟ چون یه اسمیه که هر روز داریم میبینیمش، اسمش تو ذهنمون از قبل بوده، خیلی بهتر به خاطرمون میمونه. یکی از دوستای خوبم اینجا آن شده، سسوت اسپورت اسم سایتش. مثلا سسوت خیلی ما زیاد شنیدیم، سسوت این کار رو انجام بدیم، سسوت اون کار رو انجام بدیم. اینجوری نشون میده که آقا من سریعم. سریع بودن رو با یک اصطلاح عمومی اوورده توی اسم دامنش گذاشته. سلام محمد جان. خب اسممون بهتر جهانی باشه. اسمی رو انتخاب بکنیم که مخصوص یه منطقه خاص نباشه. خب اگه اسمتون جهانی باشه، روزی که خواستید خودتون بزرگتر بشید، به راحتی اون اسمتون هم با شما میتونه بزرگ بشه. بهتر اسم برندتون باشه. اگر یه برندی دارید، مثلا رفتید با یه شرکتی قرارداد بستید، الان دیدم مثلا با شرکت JBL قرارداد بستید، قراره نماینده انحصاری JBL توی ایران بشید، خب JBL رو وصل کنید به ایران،
خب و مثلا اسمشو بذارید JBL فارسی، مرکز JBL فارسی. حالا این رو بیم یه اسم خوب براش انتخاب کنیم، JBL دات سنتر مثلا اسم خوبی میتونه باشه، مرکز JBL توی ایران باشه، یا JBL سیتی، خب شهر JBL بذاریم، اینجور چیزی میتونه خیلی خوب باشه، مطابق قوانین کشور باشه. بعضی از اسما رو حق ثبتش رو ندارید به صورت دات آیار، خب اون اوکی، اصلا دات آیار بخواید برید ثبت کنید براتون ثبت نمیکنن، ولی شما میتونید برید دات کامش رو بخرید، از سایت های ایرانی نه، از سایت های خارجی میتونید برید بخرید. یکی از بزرگترین سایت های خارجی که میتونید برید ازش دامنه ثبت کنید سایت گوددیه، میتونید برید از گوددی این کار رو انجام بدید، ولی با توی گوددی اگر رفتید این کار رو کردید توی ایران سایتتون فیلتر میشه، پس اصلا خوب نیستش این کار رو کنید. بعد راحت قابل تایپ باشه، خیلی از اسما تایپ سختی دارن، مثلا تیمور فرض کنیم، تیمور رو امکان داره یه نفر با دوتا او بنویسه، یه نفر با او یو بنویسه، یه نفر با یو او بنویسه، اینجور اسما اصلا خوب نیستن، اسمی که اشتباه تایپی ایجاد میکنه اصلا خوب نیست. اگر لازم شد، اگر مجبورید اسم شخصتونه میخواید برید این کار رو انجام بدید، مجبورید سایتی رو ثبت کنید که اینجوریه، حتما همه دامنه های ممکنش رو بخرید. مثلا اگه من قرار باشه یه سایتی به اسم تیمور بزنم، حتما او یوش رو میخرم، دبل اوش رو میخرم، یو اوش رو هم میخرم، تا ما یو خالیش رو هم میخرم، که مطمئنشم کس دیگری قرار نیست بعدم که من معروف شدم بیاد برام درد سرافرین بشه. خیلی زیاد از این اتفاق ها افتاده. آسان حفظ شود، حتما وبسایتی که انتخاب میکنید اسمش رو به راحتی مردم بتونن حفظ کنن. من موقعی که میخواستم چهار رای کامپیوتر رو انتخاب کنم، یکی دیگه از خاصیت های اسم بهتر اینه که تصویری باشه. خب کامپیوتر رو همه بلد بودن، ولی کامپیوتر دات کام که پر بود قطعا، من نمیتونستم کامپیوتر دات کام رو بخرم. اومدم نگاه کردم دیدم خب کامپیوتر رو همه بلدن بنویسنش، منم دقیقا همون مدلی میذارم، ولی یه چیزی بیارم اولش که این راحت کنه کار من رو، مردم بتونن به راحتی حفظش کنن. اونا خب چهار راه چیزیه که هممون زیاد شنیدیم، پس بذار چهار راه بذاریم. و یه چیزای دیگه ای رو هم نگاه کردم، گفتم خب من چهار تا آموزش خاص میخوام توی این کار کامپیوتر بدم، همین چهار راه رو از روش برداشتم، ولی اسم رو از اینجا برداشتم که هممون چهار راه رو شنیدیم و حالا یه سری داستان دیگه پشتش داشت. پس بهتره که اسمتون به راحتی قابل حفظ شدن باشه، تصویری باشه، این رو هم گفتم. شما اگه اسم برندتون رو بذارید لامپ، اگه اسم سایتتون رو بذارید لامپ، مردم لامپ رو هزاران بار دیدن، یادشون میمونه. اگه بذارید خورشید، مردم خورشید رو دیدن، راحت میتونن به خاطر بسپرنش. اگه بذارید مثلا کبیر سازان غرب فلان، مردم اون رو نمیدونن واقعا چیه و به مشکل امکان داره بخورید. بهتره که سایتتون حتما اسمش خیلی پابلیک باشه، عمومی باشه و کوتاه باشه. هر چقدر اسم دامنتون کوتاه‌تر باشه، مردم بهتر به خاطر میسپرن. ما یکی از مشکلاتی که داریم چهارراه کامپیوتر اسم طولانیه، مردم شاید به راحتی تو فارسی بتونن راحت بگنش، ولی تو انگلیسی تایپش سخته. برای اینکه این مشکل رو حل کنم، من رفتم 4RC رو خریدم، 4RC.ir. به راحتی هر کس میگه آقا سایتت چیه، میگم 4RC.ir، بزن وارد سایت بشو. با معنی باشه، اسمی که هیچ معنی نداشته باشه قطعا از یاد مردم میره. حتما سایتی رو انتخاب کنید اسمش رو که معنی خاصی داشته باشه. مثلا اگه میگیم آقا چهارراه کامپیوتر، هم چهارراه به تنهایی معنی داره، هم کامپیوتر معنی داره. خیلی از سایت ها مخصوصا توی این چند سال اخیر بر اساس مود انتخاب شدن. الان چی توی ایران موده؟ دیجی خیلی موده. الان ما سایت هایی داریم، دیجی کالا، دیجی استایل، دیجی هر چیزی، دیجی، شما هر چیزی که الان فکر کنید یه دیجی بذارید اولش، اون سایت وجود داره، میتونید برید دیجی دات اون رو خریداری بکنید. من جوابتون رو میدم، اجازه بدید بحث تموم بشه، تا اونجا که بلد باشم جوابتون رو میدم. بعدی اینه که برس مود باشه. یکی دیگه از چیزایی که خیلی الان موده به غیر از دیجی چی میتونه باشه؟ الان مثلا آنلاین خیلی موده، هر چیزی رو با آنلاین وجود داره. مثلا میگیم lamp online.com،
چه می‌دونم چراغ آنلاین دات کام. آنلاین الان خیلی موده و از این مودها هم میتونید شما استفاده کنید، ولی حواستون باشه این مودها امکان داره یه روزی از مود بیفتن و بهتره که خیلی سراغشون نرید، مگر اینکه کوتاه مدت دارید به این مشکل نگاه میکنید. خیلی از سایت ها میتونید بر اساس سایت های بزرگتر انتخاب بکنید. همه این سایت هایی که دیجی اولشون داره بر اساس این نگاه کردن که آقا دیجی کالا معروف شده، پس بذار ما هم یه دیجی بذاریم اولش و اون کار رو انجام بدیم. استفاده از حروف اضافه یکی از چیزهایی که قبلا مد بود و الان تقریبا از مد افتاده. قبلا سایت هایی بودن که مثلا هنوزم خیلی معروفه، مثل سایت پی سی دانلود، سیش رو عددی می نوشت، پی سی دانلود، یا بیا تو، بیا دو عددی می نوشت. ما خودمون هم چهار راه رو از اونجا برشتیم، البته ما چهار راه سی اچ ای آر رو هم داریم که هر جفتش رو داریم و استفاده می کنیم. یا مثلا من یه دوستی دارم اسمش کیوانه، وقتی میخواد اسمش رو بنویسه یک کی مینویسه، یک عددی کیوان. خب این سایتش رو اگه میتونست بره کیوان ثبت بکنه احتمالا مردم خیلی خوب به خاطرشون میموند. و یه نکته ای که حتما ازش پرهیز کنید و به هیچ عنوان سراغش نرید، سایت هایی هن که مخففه. اگه اسم شرکتتون، خب ما تو ایران مجبوریم الان اسم شرکتایی که ثبت میکنیم حتما باید 4 سیلابی یا 3 سیلابی باشه. مثلا شما اسمشو گوشید بازارسازان کویر قرن، مثلا خب بی اولو از اون برداری بازارسازان، کی دومو از کویر برداریم، قرن رو از مثلا جیب. بی کی جی هیچ کس یادش نمونه یعنی چی، بی کی جی از کجا اومده، مگر اینکه خیلی اسم معروفی باشه و اون مخففه باشه، که اون مخففه هم قطعا قبل از شما گرفتن، پس خیلی به سراغ این مخففا نریم. حتما مخففا به یاد مردم نمونه. اسم کاملتون هم که اصلا نرید بازار سازان کویر قرن بذارید، یه جایش یه ای اشتباهی بزنه میره توی سایت دیگه، به هیچ عنوان اصلا خوب نیست. اونجوری هم سایت انتخاب کنیم. و سوال بعدی اینه که چطور بفهمیم اون اسم خالیه؟ حالا ما یه اسمی رو انتخاب کردیم، چطور بفهمیم اون اسم خالیه که بتونیم بریم اون رو بگیریم؟ یه وبسایتی هست به اسم who.is، میشه whois. whois کردن یعنی این که بریم بپرسیم بفهمیم کی این اسم رو داره. میتونید برید توی سایت who.is و خیلی سایت های دیگه هم هست، فقط لغت whois رو برید سرچ کنید، صدها سایت براتون میاد. اولین سایتی که میاد و معروف ترینه همین who.is. برید توش میتونید اسم سایتی که میخواید رو بزنید، دامنه های مختلفش رو به شما نشون میده. مثلا اگه بزنید چه میدونم علی، میزنه علی.com پره، .net پره، .org پره، چیاش خالیه، یه سری رو بهتون میده. و خب میتونید از اونجا چک کنید که چه سایتی خالیه، بعدم شما بتونید برید توی هاستتون، برید از شرکت هایی که ارائه دامین میدن، مثلا ایران سرور، مثل هاستیل، مثل ایران هاست، مثل نتفراز، مثل پارسپک، خیلی سایت های دیگه میتونید برید هاست، میتونید برید دامینتون رو بخرید. ولی یه پیشنهاد بهتر دارم، به جای این که برید با سایت هویز چک بکنید، یه سایتی وجود داره به اسم نیم چک، نیم N-A-M-E-C-H K، این یه نوعشه، یه سایته. یه سایت دیگه هم وجود داره نیم N-A-M-E-C-H-E-C-K، درست میگه سیکا، درست نیم چک کامل، هر جفت اینا دات کامه. میتونید برید توی این سایت ها و این بار وقتی اسمی رو سرچ میکنید، علاوه بر این که دات کام و دات نت و دات او آر جی اینا رو میاره، شبکه های اجتماعیش رو هم براتون میاره. مثلا من روزی که میخواستم چهار رای کامتر رو انتخاب کنم، رفتم توی نیم چک زدم، دیدم خب شبکه اجتماعیش خالیه، من میتونم علاوه بر این که سایت رو ثبت کنم، اینستاگرامش رو بگیرم، توییترش رو بگیرم، یوتیوبش رو بگیرم، همه اینا رو دیدم و بعد بر اساس اون اسمم رو انتخاب کردم. الان یکی از مطالب مهم اینه که شما بتونید انتخاب کنید که آقا شبکه اجتماعی هم به همون اسم باشه. اصلا خوب نیست سایت شما باشه چهارراه کامپیوتر بعد شبکه اجتماعیتون چهارراه دات کامپیوتر باشه، یه جای دیگه تون مثلا توی توییترتون یه اسم دیگه باشه، اینستاگرامتون یه اسم دیگه باشه، این اصلا خوب نیست. و نیم چک یه قابلیتی که داره،
به شما میگه چه اسمایی خالیه، چه اسمایی پره و چه اسمایی تحت اون قانون وجود نداره. مثلا توی اینستاگرام شما نمیتونید زیر 5 کرکتر بذارید. پس اگر رفتی یه سایت 4 کرکتری ثبت کردی، اوکیه، سایت رو میتونی داشته باشی، ولی آیدی اینستاگرام دیگه همون نمیشه. مجبوری یه چیزی بهش کم و زیاد کنی. با نیم چک میتونید متوجه بشید که آقا چه اسمی رو ثبت کنم که این مشکل برای من پیش نیاد. و اگر شبکه‌های اجتماعیتون خالیه، حتما اون سایت رو بگیرید و حتما همون موقع کل شبکه‌های اجتماعی که بهشون نیاز دارید و باشون کار میکنید رو برید بخرید و برید ثبت کنید و داشته باشید. خب این کل موضوعی بود که امروز می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم و زمانمون هم داره تموم میشه. من سوالات رو ببینم، کسایی که سوال پرسیدن. یه آقای پرسیدن که آقای محمد گفتن که میشه راهنمایی کنید ایموری آیفونیکس فعال نمیشه. ایموجی فکر کنم منظورتونه، ایموجی آیفونیکس. من البته ربطش رو به این لایو نمیدونم. ایموجی آیفونیکس اگه فعال نمیشه، نمیدونم والا، من آیفونیکس ندارم، در موردش نمیدونم. مچبندتون چیه؟ میبند دوه. این هم چه ربطی نداشت ولی جواب بدیم. خب با توجه به اینکه وقتمون هم تموم شده، امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. بتونید سایتتون رو به درستی ثبت کنید. نکاتی که گفتم رو حتما دقت کنید، خیلی نکات مهمیه. و ایموش فعال نمیشه. ایمو اگه فعال نمیشه، خب ایمو رو پاک کنید، دوباره نصب بکنید، شاید مشکل حل بشه. و اگر نصب نمیتونید بکنید، از کجا نصبش میکنید؟ از توی سیب اپ برید نصبش بکنید و نصب میشه. فعال نمیشه چی میتونه باشه به خاطر اینکه فعال نمیشه؟ منظورتون از فعال نمیشه چیه؟ یعنی اسمسش براتون نمیاد؟ اگه اسمسش نمیاد وی پی ام بزنید، با فیلتر شکن برید، شاید اسمس براتون بیاد. اگه نصب نمیشه، از سیب اپ نصب بکنید یا نرم افزاره دیگه. از کجا میتونید سایت سازی رو یاد بگیرید؟ توی اینترنت مطلب هست، کلاس آموزشی هم هست دیگه. پیشنهادم اینه اگه میخواید یه وبسایت بزنید، با وردپرس شروع کنید به کار کردن. برای اینکه واسه اول کار کارتون رو راه میندازه، خیلی راحت تر از اینه که بخواید برید کد زدن رو یاد بگیرید. کم کم لازمتون شاید بشه که برید کد بزنید، ولی الان وبسایت‌های خیلی بزرگی تو دنیا هستن که با وردپرس دارن کار میکنن. سایت خود ما هم با وردپرسیه، مثلا سایت دیجی کالا خودش کد زدن، ولی دیجی کالا مگ با وردپرس نوشته شده و به راحتی میتونید اون کارو انجام بدید. پس پیشنهادم اگه برای سایت اینه که وردپرس یاد بگید. اصلا کشور رو انتخاب نمیکنه، از سیب اپ بگیرید مشکل حل میشه. آهان، نصبش کردید و کشور ایران رو نره، خودتون مثبت 98 رو بزنید ببینید میاره یا نه. ما ایمو رو روی کام، من رو گوشی آیفونم ایمو رو دارم و هیچ مشکلی نداره. آموزش ووکامرس میذارید تو لایو که قطعا نمیشه ووکامرس آموزش داد، ولی شاید دورش رو طراحی بکنیم. البته ما خیلی دوست نداریم سراغ وردپرس و اینا بریم. دامنه دارو بیوتی برای داروخانه. خب این سوالا خوبه، اگه اینجور سوالایی دارید، اسمایی دارید بگید که جواب بدیم. darubeauty.com اگه خالیه به نظرم اسم خوبیه، به شرطی که بیوتی دقیقاً بیوتی نوشته بشه، به لغت انگلیسیش باشه. و اگه و توی تبلیغاتتون بگید که ما فقط داروخانه نیستیم، ما همه داروخانه ها اینجوری هن، همه داروخانه ها قسمت بیوتی هم دارن، ولی اصلا شما روی این مانو بدید، بگید که دارو بیوتی ما اسم، و بغیر از اینکه دارو داریم یه قسمت بیوتی خیلی خوب داریم، وسایل آرایشی بهداشتی خیلی خوبی میفروشیم. لطف میکنید بگید هاست چیه؟ هاستون کامپیوتریه که شما میرید سایتتون رو روش بنا میکنید. هفته دیگه شنبه کلن در رابطه با هاسته، همینجوری که الان حدود نیم ساعت مجبور شدیم در رابطه با دامین بگیم، هاستم طولانیه بحثش و نمیشه خیلی اینجا بازش کرد، وقت نمیشه، ولی حتما هفته دیگه در رابطه با هاست لایو داریم. ولی در کل اگه بخواید بدونید، هاست اون کامپیوتریه که شما میرید سایتتون رو روش بنا میکنید. خب اگه کسی سوالی داره مثل اون دارو بیوتی، من خوشحال میشم جواب بدم تا اونجایی که بدونم. به نظرم اون اسم خوبیه. اگه خالیه حتما برید توی نیم چک کنید ببینید با همون تایپی که شما مینویسید شبکه‌های اجتماعیش هم خالی هست یا نه. اگه شبکه‌های اجتماعیش خالیه بگیریدش.
نظرتون راجع به دستسازه های رنگی من و دوستم چیه؟ اسم سایتتون قرار بشه دستسازه های رنگی رنگی من و دوستم. نه خیلی بده، اصلا فکرش هم نکنید، خیلی زیاده. میگن میشه PC خودمونم هاست کنیم، ولی همیشه باید روشن باشه. هاست در از یه کامپیوتریه که همیشه به اینترنت وصله و همیشه روشنه و یه IP ثابت داشته باشه. خب آره، PC خودتون هم میتونید این کار بکنید، ولی اصلا توصیه نمیشه. شما میتونید برید هاست رایگان بگیرید، پارسپک، سایت پارسپک هاست رایگان به شما میده. خب میتونید برید فعلا هاست رایگانش رو بگیرید، سایتتون رو بیارید بالا، همه چیز که اوکی شد بعد برید هاست ازش بخرید یا اصلا از همون استفاده کنید. فقط بعدیش اینه که یه آدرس اضافه میندازه، در اصل نمیاد یه هاست، یه دامین کامل به شما بده، یه اسم از دامین خودش به شما اختصاص میده، ولی هایپ ثابت، هاست ثابت به شما میده. IP قابل تغییر، منظورتون از IP قابل تغییر رو نمیدونم، بپرسید. حروف اولش کنار هم بذاریم چطوره؟ برای اون دستسازه های رنگی رنگی نه، پیشنهادم اینه که این کار نکنید. اصلا خود رنگی رنگی خیلی خوبه، فکر کنم البته رنگی رنگی پوره داریمش، ولی اینکه حروف اولش کنار هم بذارید هم نه، پیشنهاد نمیدم. مردم یادشون میره، نمیتونن اینو خاطر بسپرن. دستسازه های رنگی رنگی من و دوستم، نمیدونم، به نظرم یه اسم خوب برای برندتون انتخاب کنید و با همون برند کار کنید. حالا اگه خواستید تو خصوصی پیام بدید، یه ذره بیشتر تشریح کنید، شاید بهتر بتونم کمکتون کنم. فرق جوملا و وردپرس چیه؟ هم وردپرس و هم جوملا هر جفتشون سیستم های مدیریت محتوا هستن، یعنی این که به شما اجازه میدن یه سایت بیارید بالا، سایت ساز هستن. در اصل یه زمانی جوملا خیلی معروف تر بوده و خیلی بهتر بوده، الان وردپرس خیلی بهتره، بهتره که از وردپرس استفاده کنید. بهترین اسم سایتی که شنیدید چی بوده؟ خیلی زیاده، اپل خوبه، مایکروسافت خوبه، خیلی اسمای سایت ها زیاده دیگه، همه دوست دارن اسم سایتشون بهترین سایت باشه. ایده های پشتشون خیلی جالب تره. مثلا سایت آمازون اگه نگاه بکنید، وقتی آمازون رو می نویسه از A یه دونه فلش میزنه به Z، خب، و تبلیغشون اینه آقا ما از A تا Z رو تو فروشگاهمون داریم. خب خیلی اگه داستان پشتش رو گوش کنیم خیلی اسم قشنگه، A to Z. خب همه چیز تو حروف الفبا همشه A تا Z میگن دیگه، آقا من از A تا Z همه چیز تو فروشگاه هم دارم و این اسم قشنگیه. ووکامرس بهتره یا EDD؟ فکر میکنم برای فروشگاه های ایرانی ووکامرس بهتره. فرق ووکامرس با EDD یا ایزی دیجیتال دانلود اینه که توی EDD شما نمیتونید محصول فیزیکی بفروشید، همه محصولات شما از نوع دانلودی هن. ولی تو ووکامرس شما میتونید محصول دانلودی هم بفروشید و اگه فقط میخواید محصولات دیجیتال بفروشید شاید EDD پیشنهاد خوبی باشه، ولی ووکامرس چون میتونه محصولات فیزیکی هم بفروشه به نظرم بهتره که از ووکامرس استفاده کنید. یکم راجع به وبسایت هم بگید، در رابطه با چیه وبسایت بگیم. الان در رابطه با اسم دامینش توضیح دادیم و هفته دیگه هم در رابطه با انتخاب هاست میخوایم توضیح بدیم. در مورد چیه وبسایت بگیم، سوالتون رو بهتر بگید بتونم جواب بدم. یه دوست دیگه هم یه سوالی پرسیده بود، گفتم که بهتر بگن. IP قابل تغییر، آقای فرهاد اگه بگید منظورتون چیه بهتر بتونم جواب بدم. وقتمون هم خیلی داره میگذره، 10 دقیقه گذشت، البته یه بار قطع کرده بودیم واسه اون بیشتر موندیم، ولی من ساعت خوابم داره نزدیک میشه. در مورد فضای ابری سایت ها بگیم. دفعه بعد که در رابطه هاست صحبت میکنیم در رابطه فضای ابری هم صحبت میکنیم، البته خیلی متفاوت از هاسته، شاید اصلا تو اون قضیه هم نگنجه، یه جلسه جداگونه فضاهای ابری بخوان، ولی یه اشاره‌ای میکنم جلسه بعد. مرسی خانم یا آقای اچ باستان، مرسی از شما و امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. سایت رو با وردپرس بیاریم بالا بهتره یا ترکیب وردپرس و HTML؟ ببینید ترکیب وردپرس و HTML یعنی چی؟ شما سایتتون با وردپرس میارید بالا، وردپرس
با PHP نوشته شده و با HTML داره مدیریت میشه. در اصل سایت وردپرسی PHP و HTML پشتش قرار داره. پس دارید اون کار رو انجام میدید. قرار نیست با این بیارید یا با اون بیارید بالا. در حال حاضر اگر میخواید یه وبسایت شروع بکنید و خیلی سریعتر به نتیجه برسید، پیشنهادم قطعاً وردپرسه. برید سراغ وردپرس. خیلی آموزش میتونید به راحتی در رابطش پیدا بکنید، شروع بکنید، کار کنید. هر زمان لازم شد میرید چیزای بیشتر یاد میگیرید، به همون اضافه میکنید. وردپرس یه مزیتی که داره اینه که شما میتونید پلاگین بهش اضافه کنید. هر چیزی که تو دنیا فکر کنید میتونید به اون اضافه کنید. در رابطه با ساخت وبلاگ، وبلاگ ها هم یک نوع وبسایت هستن در اصل که شما میتونید روزنوشتاتون رو بنویسید، یه سری اطلاعات اونجا بذارید. یه وبسایت خیلی جمع و جورتر رو فرض کنید، میشه وبلاگ. معروف ترین وبلاگ دنیا بلاگره که میتونید برید توی بلاگر عضو بشید. وبلاگ فارسی هم خیلی وقت سراغشون نرفتم. بلاگ فا ایرانیه و خیلی خوبه. یه زمانی پرشیان بلاگ بود، نمیدونم الان هست یا نه، ولی بلاگ فا خوبه. میتونید برید بلاگ فا یه وبلاگی درست کنید. آدرستون هم میشه هر اسمی که خواستید، مثلا maryamf69.blogfa.com. میتونید برید اونجا یه بلاگ درست کنید، روزنوشتاتون رو بنویسید، هر چیزی دوست دارید اونجا مقاله بذارید و این قضیه. پلاگین ها که میگن سرعت رو کند میکنه، بله پلاگین ها بالاخره یه باری میذاره رو سیستم، ولی وقتی قراره یه قابلیتی اضافه کنید چیکار میکنید؟ مگه راه دیگه ای هم دارید؟ کد هم بزنید بالاخره داره کند میکنه. پلاگین ها رو اگر درست انتخاب کنید، تا جایی که میتونید پلاگین های کمی انتخاب بکنید، کند کردنش هم خیلی کم میشه. وبلاگ بهتره یا کانال یا اینستا؟ همش رایگانه، همش رو با هم داشته باشید. چرا یکیش رو انتخاب کنید؟ ولی یه فرقی میکنه، وبلاگ و اینستا قابل سرچ توی گوگله، کانال تلگرام قابل سرچ نیست. حواستون باشه. اگر میخواید توی تلگرام فعالیت بکنید، اوکی، همونجا هرچی مینویسید میمونه و بعدم هم شاید یه کسی سرچ بکنه. ولی توی اینترنت اگه قراره بمونید برای سالها، حتما برید به سراغ وبلاگ. حتی اینستا هم نه، به سراغ وبلاگ برید. خب مرسی از همه. من دیگه لایو رو قطع میکنم. لایو سیو میشه و هر دو تا قسمت لایو امشب رو هم میچسبونم به هم دیگه، توی وبسایت منتشر میکنم. هر کس خواست میتونه توی وبسایت چهارراه کامپیوتر بره و لایو رو بعدم ببینه. یه نکته هم بگم، شنبه این هفته، ببخشید دوشنبه همین هفته، یعنی دو روز دیگه، ساعت 4 تا 6 توی مرکز فناوری شهرداری تهران توی خیابون انقلاب، نقش کارگر، یعنی کارگر جمهوری، ببخشید خیابون انقلاب نه، خیابون جمهوری، نقش کارگر، یه سمینار رایگانه و بهتون یاد میدم که چطور میتونید یه لپتاپ مناسب برای خودتون انتخاب بکنید و معرفی کتاب هنر خرید کامپیوتره، کتابی که خودم نوشتمه، با معرفی این کتاب و به شما یاد میدم که چطور یه لپتاپ مناسب انتخاب کنید. سمینار رایگانه، هر کس دوست داشت تشریف بیاره خوشحال میشم ببینمش. و از همتون خدافظی میکنم. سلام حمید جان، مرسی که اومدی. آره دیگه آخرش رسیدی، تازه قرار بود تا حالا تموم شده باشه. آقای فرهاد گفتن حیف که تهران نیستم، سعی میکنیم لایو بریم برنامه رو و صحبت کردم یه نفر بیاد و بتونیم برنامه رو لایو بریم. ایشالله اگه لایو تونستیم بریم که میتونید توی لایو مشاهده کنید، ساعت 4 تا 6. البته همه برنامه رو قطعا لایو نمیتونیم بریم، یه قسمتش رو لایو میریم. بله لایوش رو میذاریم اگر اونجا امکانات جواب بده. اینم بگم اگه اینترنت قطع بشه یا مشکلات اینترنت داشته باشیم نمیتونیم لایو بریم، ولی من حتما با خودم مودم میبرم، 3G و 4G دارم که بتونیم لایوش رو بریم و ببینید همه. به امید دیدار، امیدوارم که آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. بازم هر سوالی دارید بفرستید، توی دایرکت سعی میکنم جواب بدم. و در رابطه با هاست، انتخاب هاست، هر سوالی دارید بپرسید. شنبه هفته دیگه توی لایو پاسخگوتون هستم. مرسی، خدا نگهدار همگی.